بحث جدیدتر و در واقع ادوانس‌تر توی این فصل وجود داره. احتمال این
مثلا توی این دسته یک بیفته، یعنی مثلا از یک سال تا ده سال باشه یک انسان و مثلا وای فلان مقدار داشته باشه انقدر، یعنی احتمال هر کدوم رو محاسب کنیم. حالا میخوایم ازش حساب کنیم، یعنی این که مثلا فرض بکنید احتمال این که یک از، حالا مثالش رو جلوتر میگم، احتمال این که مثلا میگه چمن فرض کنید یه زمین چمنی وجود داره یا آب پاشی وجود داره، احتمال این که مثلا این زمین چمن خیس باشه یا خیس نباشه مثلا دو مقداریه این ویژگی، بعد یا آب پاش روشن باشه یا نباشه این هم ویژگیش دو مقداری نومینال یا باینریه، بعد این ویژگی ها نه مثل سه ممکنه چند باشه. حالا میگه مثلا فرض بکنید احتمال این که زمین چمن خیس باشه نسبت به این که آب پاش مثلا روشن باشه یا نباشه چیه؟ پس احتمالش رو ویژگی ها رو نسبت به هم میخوام به دست بیارم. پس گره هامون میشن که در واقع اون متغیرها یا ویژگی هایی که ما تو مسئلمون داریم، لینک ها میشن اون وابستگی، یعنی این که بعضی از ویژگی ها علت یه چیز دیگه هستن، پس باید بینشون یک جال وجود داشته باشه، اگر بینشون هیچ رابطه وجود نداشته باشه ویژگی ها از هم دیگه مستقل باشن دیگه ما یالی رو ترسیم نمی کنیم. خب مثل اینجا مثلا پیازت بینشون هیچ یالی نیست، پس در واقع ما این دوتا ویژگی ها از همچیگه جدا هست. مثال مثلا یه شبکه بیزیان را اگه میخواییم مثال بزنیم، میگیم شبکه بیزیان علاوه بر اینکه یه گرافی باید مثل گراف سمت چپ نشون دهنده احتمال بین مقادیر ویژگی هاش باشه، با استفاده از یک جدول احتمال شرطی یا conditional probability table که سمت راست کشیده میشه. پس ما اگه میخواییم یک مسئله بیزیان رو حلش بکنیم که با این فرضه که در ویژگی ها از هم مستقل نیستن، باید این دوتا رو ایجاد بکنیم، یک گراف که این گراف رو اسمش رو میذاریم شبکه باور بیزیان یا دیف نتورک، و یکی سپیتی که این جدوله باشه. حالا جدوله را اون قسمت سمت چپ رو باید یک شخص آمارگیر یا یک انسان متبهر اکسپرت بتونه استخراج بکنه که چه ویژگی علت و چه ویژگی دیگه هست. پس به دست آوردن اون نتورک سمت چپ یک پیش‌فرضه و مسئله‌اش هم خیلی ساده نیست، خیلی پیچیده است که چجوری ما بین ویژگی ها بتونیم این روابط رو به دست بیاریم. اما اگر مثلا شبکه سمت چپ رو داشته باشیم، خودمون میتونیم بر اساس اون احتمالاتی که تو مجموعه دادمون داریم سی پی تی یا اون جدول احتمال شرطی رو سمت چپ سمت راستش ایجاد بکنیم. به چه صورت ایجاد میشه؟ به این صورت که شما برای هر کدوم از ویژگی ها میگید احتمالش نسبت به پرنتش یا والدش چی هست. مثلا این جدول سمت راست الان داره احتمالات کی رو بررسی میکنه؟ LC رو داره بررسی میکنه، درسته؟ یا Lung Cancer. بعد میاد چکار میکنه؟ احتمالش رو، یعنی اینکه سرطان داشته باشه یا نداشته باشه، به احتمالات والدین خودش در نظر میگیره. والدینش کیا هستن؟ دو تا هستن، یکی FH یکی S. پس چهار تا حالت ممکنه پیدا بکنن. پس توی ستون ها شما چهار حالت والد رو دارید. بعد حالا احتمالات رو بهتون میدن یا شما از روی مجموعه داده استخراج میکنید. مثلا هشته ها میشه چی؟ اگر باش از سیگاری و سابقه داشته باشه اون وقت چی بشه؟ LC باش. و این جدول کاملش که بکنید ما در واقع، پس جدول کامل کردنمون به این صورته که از طریق والدین جدولش رو درست میکنه. حالا اگه دو تا والد داشته باشه چهار تا خونه، اگر کمتر یا بیشتر متفاوت میشه. پس به دست آوردن احتمالش به این صورت میشه که بر اساس والدین حسابش میکنه. حالا میخواییم به دست بیاریم، من سناریو رو جلوتر روی شکل میدم.
دقت بکنید
شرط اس. خب یعنی اینکه اون در واقع آب پاش روشن باشه و احتمال اینکه باران باریده باشه. آیا توی جدول یا در واقع توی نتورکی که وجود داره بین این دو تا رابطه وجود داره؟ خب چون رابطه ای وجود نداره بین اون دو تا پرنت، شما این دو تا احتمالش از هم دیگه مستقله. پس شرط این که اس باشد یا نباشد هیچ ارتباطی به رین نداره، پس میتونید حذفش بکنید. حالا اگر شبکه رو بزرگترش بکنیم چه اتفاقی میفته؟ مثلا یه عامل دیگه ای مثل ابری بودن یا نبودن روی این که آبپاش روشن بشه یا بارون بباره و نباره هم تأثیر گذار باشه. هر کدوم از اونا، یعنی در واقع وقتی میخواییم سی پی تی شا رسم کنیم یا جدول احتمالاتی شا رسمش بکنیم، نسبت به پرنتش حساب شه. حالا اینا ناتش رو حساب نکرد، فقط حالت پوزیتیوش رو در نظر گرفته، اینجا همه یه ناتا رو در نظر گرفته. در نتیجه کنار هر کدومش احتمالش نسبت به اینکه پدرش رو یا خود ناتش باشه محاسبه کرده توی جدول. متوجه دیگه، مثلا رین رو میخواد حساب بکنه، پدرش فقط کلاودی بودن یا نبودن دیگه، پس احتمال رین به کلاودی یا نبودنش رو هر کدومش رو محاسبه کرده از روی مجموعه داده این عددا رو به دست آورده. خب میگه که وقتی میخواهید حساب بکنید توی یه شبکه بزرگتر، این در واقع مثلا تیه میخواهید پی دبلیو رو نسبت به سی اون پدر اصلی حسابش بکنید، اینها یه جوری مقدم و تالی هستن، یعنی یک سری از اون بالا داره اعمال میشه تاثیرگذار روی فرزنداش، اما اون اصلیه که کلاودیه در واقع تأثیرگذار اصلی روی بت بودن یا نبودن نیست، یعنی چه ارتباطی از بالا به پایین وجود نداره. در حالی که یعنی این دوتا رو ما فرض نمی کنیم نسبت به هم وابستن، فقط وابستگیشون نسبت به پدرشون بوده، اما اینها خودشون میتونن تأثیرگذار باشن روی فرزندش. حالا میخواییم پی دبلیو رو به دست بیاریم نسبت به کلاودی بودن. خب چهار تا احتمال میشه خواهیم به دستش بیاریم. باید از طریق چیا به دستش بیاریم؟ از طریق پدراشون به دست بیاریم دیگه. پس میشه پی دبلیو نسبت به این که چهار حالت میشه میاد داریم، آر و اس باشه، نات آر و اس بشه و چهار تا حالتی که پدراش داره. نسبت به چی؟ زبر احتمال چی؟ وقتی مثلا آر و اس باشن هر دوتاتون ترو باشه، نسبت همشون به چی؟ به سی. یعنی این که مثلا من فرض بکردم خواهم احتمال بت بودن رو نسبت به پدرها حساب بکنم، میگم اگر چی باشه؟ آبپاش روشن باشه و بارون باریده باشه، اما برای اینکه این دوتا رو به دست بیارم باید احتمال لاودی بودن یا نبودن رو حساب بکنم. پس میگم وقتی میخوام حساب بکنم پی دبلیو نسبت به سی رو، میگم پدراش چند تا حالت داره؟ چهار تا حالت. مثلا پدر چی باشه؟ اس و آر باشه، یعنی هر دوتا ترو باشن، و پیه این که این دوتا ترو بشن نسبت به این که کلاودی وجود داشته باشه چی؟ میخوام از پایین برسم به بالا دیگه. میگم که میخوام احتمال بت رو نسبت به سی به دست بیارم که چه شکلیه. خب وقتی میخوایی بت رو به دست بیاریم میگم مستقیم که هیچ ارتباطی وجود نداره، نسبت به پدراش در واقع عددها رو داری تو. وقتی میخوایی به دست بیاری میگه چی؟ خب پدراش چهار تا حالت داره، حالت عادی که دوتاش ترو باشن، پس میشه چی؟ S و R، P W نسبت به این که S و R ترو باشن. حالا برای این که S و R ترو باشن شرط داریم دیگه، شرطش این که نسبت به C ترو باشه یا فالش باشه. پس به این صورت حساب میکنه، شما مرحله به مرحله میان بالاتر. خب این احتمال این که برعکسش رو حساب بکنیمه، یعنی این که وقتی میخواییم احتمالات رو حساب بکنیم میگیم که فرض بکنیم از بالا به پایین که میخواییم حساب بکنیم، یعنی احتمال این که کل شبکه بیلیتتون چه به
که مثلا میخوای پی دبلیو رو نسبت به سی حساب بکنی اینجوری به دست میاد که شما هی نسبت به پدرش حساب بکنی، حالا پدرش نسبت به ضرب پدرش باید حساب بشه. برعکس احتمال این که پی سی باشه نسبت به دبلیو برعکسش، سی به شرط دبلیو. یعنی این که مثلا ما دیدیم که ویت هست، احتمال این که چی باشه؟ لودی وجود داشته باشه، یعنی علتش ابری بودن باشه، میشه برعکس. ضرب احتمالات از بالا حساب میکنه، میگی پی سی بعد یکی یکی حساب میکنی، اس به شرط سی، آر به شرط سی، دبلیو به شرط این که دوتاش تو باشه، اف به شرط این که پدرش تو باشه. پس کل اون در واقع شبکه رو دوباره ترسیمش میکنی از بالا به پایین. این را خواستم فقط بگم بهتون که یک روش دیگه است، اما محاسبه کردن اینها برای اینکه شما به دست بیارید به چه صورت محاسبه میشه یه مقدار کار آماری سنگین، یعنی اونی که باید آگاهی داشته باشید که چه ویژگی هایی بر چه ویژگی هایی تاثیرگذار هستن، چه ارتباطی توی نتورکشون وجود داره و چه جوری حلش بکنید، یه ذره در واقع میشه گفت کارش کامپیوتری نیست، چون ما از اون وقت شاید تونستیم احتمالا رو حساب کنیم، به دست آوردنمون نتورک به این سادگی ها نیست. فقط خواستم آشناتون بکنم با این سری بحثای ادوانس. خب از این یکی میگذاریم، دو تا مثال براتون زدم، این دوتا رو هم که گفتیم، یکی در واقع نیورال نتورک یا شبکه عصبی ازش میگذاریم، ماشینای بردار پشتیبان رو هم ازش میگذاریم، چون که اینا خودشون بحثشون خیلی مفصل هست اگه بخوام یاد بگیریم. خب این دوتا اسلاید رو اگر خواستید بعداً بخونید در مورد شبکه عصبی، فقط اینا رو گذاشتم برای تو. سرپرست بعدیمون استفاده از الگوهای پرتکرار. ببینید ما یه کار دیگه بکنیم، یه فصل 6 ما مبحثمون چیه؟ پیدا کردن قوانین انجمنی بود دیگه، درسته؟ میمانیم چکار میکردیم؟ فریکونت آیتم ستا رو پیدا میکردیم، بعد بر اساس اون قانون مینوشتیم، اگر این کانفیدنس رو رد میکرد میگفتیم قانون قوی هست، حالا اگه لیفتش بالا بود میگفتیم که قانون خوبی هست و حالا بحثه این بود، درسته؟ میگه آیا از این قوانین شما میتونید استفاده بکنید برای اینکه یک مدل دستبندی ارائه بدید؟ در بهش فکر کنید، این که من یه سری قوانین انجمنی درست کنم و این مجموعه دادم، بعد اون قوانین رو مثل رول بیسی که داشتیم توی فصل قبل استفاده کنیم برای چه کاری؟ دستبندی، یعنی فصل 6 رو استفاده کنیم برای فصل. ببین مثلا من چی داشتم، یه همچین چیزی داشتم دیگه، سمت چپ رو نگاه بکنید، ما اینا داشتیم دیگه، فرض کن یه همچین مجموعه ای داشتیم. قبلا در مورد چیا صحبت میکردیم؟ سبد خرید و اینا صحبت کردیم، آیتماش چی باشه و این حرفا، درسته؟ حالا میبینیم که مثلا بعضی چیزها هم هستن که با هم تکرار پذیرن، مقادیر ویژگی ها با هم دیگه تکرار پذیرن، یعنی این که یکی اینکامش لو باشه و در واقع کردیتش اکسلنت باشه، میبینیم مثلا فریکوینت آیتم ست متوجهی؟ یه ذره عوضش میکنه، از سبد خرید دارم یا بیرمونم. قبلا سبد خرید چجوری بود؟ آیتم پنیر و کالا و فلان بود، بعد گفتیم کدوم ها با همدیگه تکرار شده، اما چیزی که ما تو دیتا ماینینگ دنبالش بودیم یه همچین چیزی بود دیگه، درسته؟ یه مجموعه داده‌ای که ویژگی های مختلف مقادیر مختلفی داشتن، کلاس هم داشتیم، حالا میخواستیم بر اساس اون تشخیص بدیم که بای کامپیوتر میشود یا نمیشود. بگیم توی اینجا هم میتونیم از اون اپیوری و اپیگروت استفاده بکنیم و بیام چکار کنیم؟ فریکوئنت های
اکسلنت و مدیوم با هم خیلی تکرار میشن. پس می‌نویسم که دو تا قانون ممکنه داشته باشم که اکسلنت میدهد مدیوم یا مدیوم میدهد اکسلنت. بعد نگاه میکنم کدومشون کانفیدنس رو رد میکنم، میگم مثلا قانون نسبتا خوبی. خب این یه قانون پیدا کردم، فرض رو به قانون پیدا کردم که اگر یکی اینکامش مدیوم شد اون وقت کردیتش میشه چی؟ اکسلنت. یعنی چی قانون رو درست کردم؟ این به درد کلاسیفیکیشن میخوره. این که من بگم اگر یه قانون انجمنی درست کردم، اگر کسی اینکامش میلیون بود کردیتش میشه چی؟ اکسلنت. میتونم با استفاده از این قانون دسته بندی بکنم؟ پیشبینیمون چی بود روی یکی؟ روی کلاس که بشه یس یا نو. پس چه جور قوانینی به درد من میخورن؟ که سمت راستشون چی باشه؟ کلاسه باشه. یعنی این که من یه فریکوئنتی پیدا کنم، فریکوئنتی هم چی بشه؟ مثلا بگم میدیوم و اکسلنت و یس، اینها چی هم؟ فریکوئنت هم. و یه قوانین انجمنی درست کردم که چی بشه؟ مثلا همچه قانونی درست کردم که اگر اینکام میدیوم باشه کردیت اکسلنت باشه اون بر میشه چی؟ یس. با کامپیوترش میشه یس. بعد کامپیدنسش رو نگاه میکنم میشه چی؟ مثلا قانون قوی. حالا این قانون به درد کلاسیفیکیشن میخوره؟ حالا پس چرا؟ چون که خودش داره میگه این دوتا اگر پیش اومد اون وقت میشه چی؟ با کامپیوتر یس. پس شما میتونید از فصل 6 اینجا استفاده بکنید. بیاین چیکار بکنیم؟ فریکوئنت آیتم ست ها رو پیدا بکنیم، اونهایی که بعد از روش قوانین انجمنی درست بکنیم، اونهایی که سمت راست قوانینشون ویژگی کلاس وجود داره به درد چی میخوره؟ کلاسیفیکیشن. مثلا اینجا گفته اومده چیکار کرده؟ هر کدوم اینا رو اسم معادل گذاشته، گفته اگر ایجش جوان باشه اسمشو میذارم چی؟ پی یک. ایجش میدیوم باشه میشه چی؟ پیدو. خب بعد حالا مثلا بر اساس این اسم گذاری خط اول میشه چی اسمش؟ یعنی بگید بر اساس پی یک میشه چی؟ میشه پی یک. ویژگی دومش چی میشه؟ این کام های پی شیش پی نو پی هفت و بای کامپیوترش آی یک. پس خط اول هم میشه چی؟ پی یک، پی شیش، پی نو، پی هفت، آی یک. من هم یه قانون انجمنی درست بکنم، میگم این چهارتا اگر پیش آمد آنگاه آی یک میشه. درسته؟ این قانون به درد کلاسیفیکیشن من میخوره، به درد من میخوره که مثلا اگر این حالت پیش اومد بعد میرید چکار میکنید؟ سراغ فصل قبلی میرید یه روش ها چه بود؟ این که وقتی رولا رو درست کردی چجوری از طریق اونا دسته بندی انجام بدی؟ کار روش های مختلف گفتیم که ممکنه یه رول ها مثلا یکیشون بگی یس دوتشون بگیم نه ما چیکار کنیم اونجا بررسی کرده بود. خب یه بار خلاصه یکی بگه که چجوری از قوانین انجمنی میتونیم دسته بندی انجام بدیم. چجور قوانینی به دردمون میخوره؟ اون طرف کلاسمون وجود داشته باشه. پس ما میایم روی مجموعه داده اون فریکوئنت ها رو پیدا میکنیم، اونهایی که قوانینشون درست میکنیم، اونهایی که قوی هست و نگه میداریم، اونهایی که سمت راستش کلاسمون وجود داشته باشه میشن قوانین دسته بندیمون که حالا رول بیس هم توی فصل قبل داشتیم که چجور استفاده بکنیم. پس اسوسییشن رول ها برای کلاسیفیکیشن میتونن ازشون استفاده بشه. خب اینا هم توضیحاتیه که برای این قسمت ارائه دادم. اینا را در واقع CBA میگیم یه روشی که وجود داره، اینکه ما بر اساس
روش بعدی روش کائنن هست. الگوی پرتکرار خب چیز پیچیده ای نداشتن، ساده. میگیم روش هایی وجود دارن که اسمشون روش های تنبل. خب مقابل واژه تنبل ما واژه مشتاق یا فعال یا هر چیز دیگه ای داره، درسته؟ یه ایگر داریم، یکی لیزی داریم. چیزایی که تا حالا خوندیم جز کدوم دست هست؟ ایگر هستن یا لیزی به نظرتون؟ ما روش هایی که خوندیم بیزیان بود، شبکه در واقع درخت تصمیم بود، رول بیس بود، حالا الگوهای پرتکرار رو خوندیم. این روش ها جز لیزی حساب میشن یا ایگر؟ خواهیم بگیم که فرقشون چیه. ایگر یعنی این که مدلت رو بساز، داده جدید یعنی مشتاق باش، اون مدلت رو بساز، داده این که جدید اومد برو پیشبینیش کن. خب لیزی یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نکن، وقتی داده جدید اومد تازه تصمیم بگیر که چه کاری انجام بده. خب چیزایی که خوندیم چی بود؟ ایگر، درسته؟ همشون مدل رو میساختن، بعد رفتن سراغ مرحله بعد. نه اونم در واقع بیزیم ساده جزء ایگر را به حساب میاد. نه این بیز آره، نه این بیز اگر بگیم که نسبت به این که نه این بیز مدل نمیشه که فکر نده آره بعدش حساب میکردیم درست. نه این بیز رو میتونیم بگیم جزء لیزی ها هستش. میگیم که یه مدل دیگه میخواییم با هم دیگه کار بکنیم که اینم تنبله، یعنی این که چکار میکنه مجموعه داده رو کش دادی بر اساس اون مدلی نمیسوزه، صبر میکنه. خب صبر میکنه تا که تا این که یک تاپلی بهش بدی بگی که آقا این کلاسش میشه چی تعیین کنه. پس صبر میکنه تا اون وقت. میخوام ببینیم که چجوری این کار میکنه. روشش ساده است. فرض میکنه که ما بتونیم مجموعه داده رو، هر داده رو بتونیم توی یه فضای مختصاتی با یه نقطه نشونش بدیم. پس فرضش اینه که ما میتونیم که یک تاپر رو با یک نقطه توی یه فضای مختصاتی نشونش بدیم. اسمش رو میذاره، اسم این روش لیزی یا تنبل رو میذاره چی؟ KNN، کا نیرست نیبر، یعنی کا نزدیکترین همسایه. اسمش روشه KNN یا کی نیرست نیبر یا کا نزدیکتری همسایه به این صورته که مثلا کا یعنی چی؟ یعنی دو، یعنی دو نزدیکترین همسایه ها رو در نظر بگیر. هر نقطه ای چی شد؟ یه هر تاپلی شد یه نقطه توی یه فضا، درسته؟ KNN میگه چی؟ مثلا اگه دو NN یعنی چی؟ دو تا همسایه های نزدیکت رو چیکارشون کن؟ میگه که مجموعه داده‌ای که بهت میدن که تو از روش مدل بسازی آموزش ببینی مگه کلاسش مشخص نیست، درسته؟ سر تا تاپل بهتون میدن، میگه بای کامپیوتر یس یا نو، بعد ازت پیشبینی میخوان، بالاخره یه چیزی میگن که بهت از روش یاد بگیرید، درسته؟ یا اون صد تا نقطه‌ای که بهت دادن رو تعیین کن تو فضای مختصات. پس شما بهتون مثلا نقاط مختلف رو میدن که اینا مجموعه داده های چی تونن؟ آموزشی تونن. شما نقطه میذارید، هر تاپر رو میتونید توی فضا با یه نقطه نشون بدید. قبلا هم بررسیش کردیم که چجوری یک رکورد رو ما تو فضا میتونیم نشون بدیم. چه شکلی بود؟ مثلا فرض بکنید با کردیتش بیر بود، نمیدونم سندش 22 سال بود، اینه چجوری من با یه نقطه نشون بدم؟ هر ویژگی میشد چی؟ توی فضای مختصاتی یه بود. بعد ما میتونستیم توی اون بود تشخیص بدیم که این کجای ابعاد قرار میده، یعنی مثلا این قسمتش توی 22 سال، مثلا توی سن، توی این مثلا فاصله قرار میگیره. هر کدوم از ویژگی رو تعیین کنیم یه نقطه
نقل و بادی رو برای همین نقطه ها توی فضای اقلیدوسی میتونیم نشون بدیم. خب اینا میشن چی؟ مجموعه داده های آموزشیتون، یعنی چیزی که شما از روش میتونید یاد بگیرید. اسم روش لیزیه، یعنی این که از روش تصمیمی فعلا نگرفته تا اینکه شما ازش یه کوئری بگیرید، یه سوالی بکنید که این الان چی میشه تکلیفش. میگه فرض بکنید داده های آموزشیتون اینجا باشه، یه دفعه یک ریکوردی میفته وسط اینجا مثلا، درسته؟ یک ریکوردی ازتون سوال میکنن، میگن کلاسش چی میشه، درسته؟ پس خب حالا من چیکار کنم؟ الان سوال ازم شد، چون لیزی هم صبر کردم مدلم رو نساختم، الان باید که سوال ازم شد تعیین کنم که این وای کامپیوتر میشود یا نمیشود. مثلا اسمش روشه کا نزدیکترین همسایه. میگه یعنی این که اگر مثلا گفتن دو نزدیکترین همسایه، برو دو تا نزدیکترین همسایه به این نقطه رو پیداشون بکن، درسته؟ یه جایی ازت سوال کردن یه نقطه میشه تو فضا، برو دو تا نقطه‌ای که نزدیکن به این چیزی که سوال شده ازت رو پیداشون بکن، بعد نگاه کن کلاسشون چی هست، بر اساس اون بیا تصمیم بگیر که کلاس این چی میشه. توجه شدی؟ ببینید مثلا فرض بکنید اینو میتونیم بذاریم که باشه، یعنی این که جزء مجموع داده آموزشی باشه، اما اصولا این کار رو نمیتونیم. آموزش رو نمیدونم همینجور پیشنهاد میدم. ببینید این یه فضای مختصاتیه، قبول؟ چند تا نقطه داریم؟ مثلا فرض بکن 10 تا نقطه داریم. خب من تونستم توی این فضای دو بعدی و ریدوسی 10 تا نقطه رو نشون بدم، اینا مجموع آموزشی من هستم. حالا 10 تا میدونم چند. میگه چیکار کن؟ اینها چی هست؟ منظورش از این که دایره باشه یا دفتر؟ آره کلاس ها. پس من بر اساس همه ویژگی ها یه نقطه رو تعیین میکنم کجای فضاست، رنگش یا نوعش رو بر اساس کلاسش. این یعنی مثلا فرض کنید نوع اونا یعنی است، درست؟ حالا یه دفعه ازتون سوال کردن، گفتن آقا این کسی که اومده مثلا کردیتش فیر بوده، ایجش مثلا سنیور بوده، نمیدونم چند تا ویژگی که داشته اینجوری بوده، آقا بگو بای کامپیوتر میشود یا نمیشود. میگید شما چکار میکنید؟ میرید بر اساس ویژگی ها تعیین میکنید محل این نقطه توی فضا کجا میشه. خب چجوری تصمیم میگیرید الان؟ بر اساس اینکه گفته چند همسایه نزدیکش. مثلا اگه گفته باشه دو همسایه نزدیکش چه اتفاق میفته؟ بذار ببینم اینجا مثلا اینجا گفتیم چی؟ سه نزدیکترین همسایه اون رو در نظر بگیریم. پس شما شعاع دایره رو هی بزرگتر میشید تا چی بشه؟ سه تا از همسایه ها بیفتن داخل هم. یعنی اینا سه تایی هستن که به هم بهش نزدیکترن. بعد دو تاشون رو میبینی ایکس هستن، یکیشون او هست، تصمیم میگیریم که کلاس اینم حتما مثلا ایکس هست. خب روشش خیلی پیچیده نیست. منطقش چیه؟ بکنید چرا مثلا یه همیشون چیزی رو دارم از هم میگه که مثلا اگر این نقطه کنار این نقطه ها افتاد، یعنی ویژگی هاش نسبت به این نقاط بیشتری شباهت رو داره. وقتی توی یه فضا دو تا نقطه کنار هم نزدیک هم میافتن، یعنی از لحاظ ویژگی های مختلفشون این دو تا نقطه بیشتری شباهت رو دارن. در نتیجه اگر اونی که من دارم از روش آموزش میبینم میگه یس، این چیزی هم که الان سوال شده
تعداد کلاس ها با هم دیگه برابر بشه. منطقش ساده است. حالا یه سوالی مطرح میکنن که مثلا فرض بکنید یه نقطه ازم سوال شده، بعد من 4 همسایه نزدیکش رو گرفتم، خب دو تا از همسایه ها میگن یس، دو تا میگن نو، چیکار کنیم؟ اینا هم که بر اساس فاصله اوریجوسیه، که یعنی میخوایم حساب بکنید کدوم ها نزدیکترن، فاصله سوایشون رو در نظر میگیرید بعد میبینید کدوم ها نزدیکترن به هم. خب سوال چجوری حلش بکنیم؟ میتونیم این کار بکنیم. یه روش دیگه ای که برای کائنن وجود داره اینه که میاد وزنی کار میکنه، یعنی اونی که بهش نزدیکتره رو میاد چکار میکنه؟ عدد بیشتر میگه. اونی که چون ما شعاع داریم در نظر میگیریم تا مثلا این 3 تا 5 تا بیفتن 4 تاشون بیفتن توشون بیفتن، درسته؟ برای همین میاد وزنی حسابش میکنه، اونایی که نزدیکتر هستن رو مثلا وزنی بیشتر. این یه روش پس ما اطلاعات رو از کان از دیگترین همسایه هاش میگیریم، بعضی مواقع فاصله رو چکارش میکنیم؟ وزدار میکنیم. اونایی که نزدیکتر هستن ارزش بیشتری میتونن، تأثیر بیشتری میتونن روی در واقع نظر ما داشته باشن، یعنی اگر 4 تا بودن اونایی که نزدیکترن تأثیر بیشتری روی ما خواهند داشت. نسبت به داده های نویزی اگر مجموعه دادمون کافی باشه و اون کار رو به اندازه کافی کوچیک نگرفته باشیم، میتونیم نسبت به نویز هم حساس نباشیم. خب حالا اگه کار تعیین کنیم چجوری؟ من چکار کنم؟ 3 تا بگیرم؟ 10 تا بگیرم؟ همسایه هاش 100 تاشو بگیرم؟ زیاد بگیرم؟ کم بگیرم؟ چجوری این کار تعیین کنم؟ خودش آسون نیست. در بسر اگه کار خیلی بزرگ بگیرم، هی بزرگترش بکنم، چه مشکلاتی میشه؟ تنوع کلاس یه سیانه اینا رو خب حالا مثلا بگیم که محاسباتمون زیاد میشه از جهتی، آره کلاس های مختلفی توی اون شعاع هم قرار میگیرن، یعنی مثلا من اگر گرفته باشم که اینایی که مثلا یس میشن یه حالت خاص تو ویژگی هاشون وجود داشته باشه، هرچی من همسایه رو بیشتر میکنم شعاع بیشتر میشن، دارم از کلاس های دیگه هم پوشش میدم. برای همین انواع کلاس ها ممکنه، یعنی وقتی زیاد بزرگش بکنیم اون وقت مثلا اینه که کل فرض کنید بدترین حالتش اینه که کل مجموعه داده رو بگیرید که و کل مجموعه داده همه کلاس ها توش هستن، پس بدترین وقتی بزرگ میشه احتمال اینکه از یک کلاس به چند تا کلاس حرکت بکنیم وجود داره. خب اگه کار کوچیک بگیر اما عوضش نسبت به نویز حساسیت هم کمتره. چرا؟ چون که اگر مثلا فرض بکنید که من یه نقطه ای افتاد یه جای نقطه مختصات، بعد همسایه کناریش، من گفتم یک همسایه کناریش، بعد همسایه کناریش افتاد اما اون نویز باشه، یعنی اشتباهی به من بگی یه سرو نو رو، وقت من تصمیمم چی میشه؟ بر اساس این نویز میشه و اشتباه تصمیم میگیرم. اما اگر به اندازه کافی بتونم بزرگش بکنم اون وقت چی میشه؟ میتونم بر اساس، چون 5 تا همسایه نمیشه که 5 تاشون نویز داشته باشن، وقت بر اساس اون 5 تا تصمیم بگیرم تصمیم عاقلانه تر. پس نه خیلی کوچیکش درسته نه خیلی بزرگش، این در واقع تعیین کردنش باید یه تعادلی بین کاها وجود داشته باشه. چه تعدادی؟ شباهت، یعنی یه نقطه با همسایه تقریباً شباهت داره، درسته؟ فاصله شون رو میگیره سیمیلاریتی. مثلا فرض کنیم ما یه نقطه داریم نزدیکترین همسایه، اصلا این بردار دیگه، یه بردار، فرض کنیم وسط این بردار یه نقطه است توی فاصله شعاع خیلی بزرگ
یه ذره بحثش مفصل هستش. اینا رو میذارم که خودتون بخونید. این تکرار شد متاسفانه. کائنات رو بررسی کردم، همین تعداد در واقع روش ها رو برای فصل 9 تون کفایت میکنه.